من هانیم و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. داستانی که امروز بخوایم براتون تعریف کنیم در آفریقای جنوبی اتفاق افتاده، کشوری که از لحاظ جرم و جنایت خیلی بالاست، به طوری که میگن میانگین روزانش اینه که 49 نفر حدوداً به قتل میرسن. ولی اتفاقی که امروز ما میخواییم در موردش صحبت کنیم در یک خانواده تحصیل کرده ثروتمند و جزو سطح بالای جامعه است که اتفاق افتاده و این پرونده جدید هم هست، در سال 2015 اتفاق افتاده. بنابراین بریم داستان عجیب و غریب امشب رو شروع کنیم. مارتین ون بردا در آفریقای جنوبی متولد شد و یک تاجر بسیار موفق بوده. دارای ذهن خیلی بازی بوده میگن و کارآفرین موفقی بوده. میتونسته ایده ها رو خیلی سریع بگیره و روشون سرمایه گذاری کنه و بزرگشون کنه. یکی از ایده هایی که خیلی خوب روش کار کرد و جواب داد این بود که برای وسایل نقلیه یه ردیاب درست کرد و باعث شد توی آفریقای جنوبی که دزدی خیلی زیاد اتفاق میفته، این ردیاب کاری بکنه که بتونن ماشینا و موتورهای دزدی رو قبل از اینکه اوراقشون کنن و از بین ببرنشون رو پیدا کنن. برای همین هم خیلی ثروتمند شده بود. بعد از اون با یک خانمی به اسم ترزا که متخصص آیتی بود و در بانک کار میکرد آشنا شد و با هم دیگه ازدواج کردن. دوتاشون آدم های خیلی حرفه‌ای بودن، خیلی کم خودشون، یعنی مثلا آدم های خیلی خوبی بودن، مثلا آره. خیلی بالا بودن، خیلی کمالگرا بودن و در سال 1990 با هم دیگه ازدواج کردن. ترسا با اینکه خیلی تو کارش حرفه‌ای بود ولی وقتی که بچه‌هاش به دنیا اومدن دیگه یک مامان تمام وقت شده بود، دیگه سر کار نمی‌رفت و تمام وقتش رو با بچه‌هاش سپری می‌کرد. البته احتیاجی هم به کار کردن نداشتن چون که آقای مارتین به قدری خوب کار میکرد و تونسته بود پول خیلی زیادی به جیب بزنه که در همون آفریقای جنوبی هم زندگی خیلی ثروتمندانه ای داشتن، خیلی مرفه زندگی میکردن. و در سال 2005 آقای مارتین اومد این شرکتش رو که مال ردیابی ماشین ها بود رو فروخت. میخواست یک زندگی جدید شروع کنه. بچه هاش داشتن بزرگ میشدن. همونطور که بهتون گفتم آمار جرم و جنایت توی آفریقای جنوبی خیلی بالا بود. دلش میخواست که بره یک کشور دیگه زندگی کنه. در سال 2005 به آقای مارتین یه پیشنهاد کاری شد. از کجا؟ از استرالیا. بهش گفتن که آقای مارتین پاشو بیا استرالیا، بشو مدیر عامل یک شرکت املاک و مستغلات. و آقای مارتین هم خوشحال شد، گفت که چه بهتر از این، من همیشه میخواستم که از آفریقای جنوبی برم، الان یه کار خیلی خوب دارم، میتونم برم اونجا. خلاصه بچه ها و زنش رو برداشت و رفت استرالیا. در این زمان پسر بزرگش رودی 12 سالش، بعدش هنری 10 سالش و بعد دختر کوچیکش مارلی که 6 سالش بود و تونستن که توی همون استرالیا هم زندگی مرفهی داشته باشن و بچه ها مدرسه های خیلی خوب برن، تو جامعه مهاجر اونجا پذیرفته بشن و زندگی خودشون رو داشته باشن. بچه ها کم کم بزرگ شدن. در مورد پسر بزرگش رودی میگن که پسر خیلی خوبی بوده، تو ورزش های جمعی خیلی شرکت میکرده، دوستان زیادی داشته، درسش رو خیلی خوب خونده و بعدش هم رفته دانشگاه ملبورن و مهندسی خونده. پسر بعدیشون هنری بوده. هنری فرق داشت. مثل برادرش رودی موهای تیره نداشت، بلوند بود. یه پسر خجالتی و درونگرا بود، دوست نداشت بره تو جمعای بزرگ بازی کنه، دلش میخواست توی جمعای کوچیک باشه. ولی اون هم مثل برادرش درسش رو خوند، رفت دانشگاه ملبورن و فیزیک خوند. مارلی دختر کوچیک مارتین و ترزا هم که با خودشون زندگی میکرد ولی تحصیلات خودشو داشت، درس میخوند، دختر خوبی بود. یک مدتی که گذشت در سال 2012
مارتین و ترزا گفتن که دیگه از بچه ها خیلی دوریم، از پسرها خیلی دوریم، این خونه رو بفروشیم و بریم نزدیک اونا زندگی کنیم. در نزدیکی شهری که بچه ها، در نزدیکی ملبون، اومدن یک خونه 2.5 میلیون دلاری خریدن و در اونجا ساکن شدن و تونستن با پسرشون بیشتر در ارتباط باشن، میرفتن با هم اسکی، قایق سواری و زندگی خوب و مرفعشون رو داشتن. ولی مارتین و ترزا در وجودشون احساس بدی داشتن، انگار یه چیزی کم بود. با اینکه پول داشتن، زندگی خوبی داشتن، ولی کم بود. مارتین دلش می‌خواست برگرده به آفریقای جنوبی و ترسا دلش برای خواهر برادرش تنگ شده بود. دلش می‌خواست بیشتر پیششون باشه، باهاشون رفت و آمد داشته باشه، ولی از یه طرفم نمی‌خواستن که زندگی پسرها رو خراب کنن و اونا رو به خودشون برگردونن به آفریقای جنوبی. مارتین و ترزا در سال 2014 تصمیم گرفتن که پسرها توی استرالیا بمونن، درسشون رو بخونن، ولی خودشون همراه با دختر کوچیکشون مارلی برگردن به آفریقای جنوبی. یه مدت خیلی زیادی دنبال خونه گشتن، دنبال یه منطقه‌ای بودن که هم امنیت داشته باشه، هم از لحاظ فرهنگی بهتر باشه که بتونن زندگی خودشون رو داشته باشن و در آخر تونستن یک خونه خیلی زیبا و گرون قیمت پیدا کنن. خونه که نگهبان 24 ساعته داشت، خونه که دور تا دورش حفاظای برقی و الکتریکی داشت، دوربینای 360 درجه داشت و کاملا همه چیز تحت کنترل بود. در ژانویه سال 2015 بود که خانواده ومبردا همشون دور هم جمع شده بودن. هنری تصمیم گرفته بود که یه وقفه یک ساله بین درسش بندازه، یه یک سالی دنبال خودش بگرده، ببینه واقعا میخواد این کار رو ادامه بده یا نه. برای همین برگشته بود آفریقای جنوبی تا با خانواده‌اش وقت بگذرونه و به نظر میومد هدف خاصی نداره. رودی هم برای تعطیلات کریسمس برگشته بود به خونه پیش خانوادش و قرار بود که اوایل فوریه دوباره برگرده به استرالیا برای ادامه درسش. در شب 26 ژانویه سال 2015 همه خانواده دور هم جمع بودن، با هم دیگه شام خوردن، صحبت کردن، شراب خوردن و به نظر نمی اومد مشکلی وجود داره و بعد هم هر کدوم در ساعت‌های مختلف به رخت خواب رفتن. مارتین و ترزا قبل از ساعت 9 شب به رخت خوابشون رفتن، مارلی هم رفته بود داخل اتاقش و رودی و هنری هم یک اتاق مشترک داشتن که در اونجا شبها رو می‌خوابیدن. اونها هم به اتاق خوابشون رفتن. در صبح 27 ژانویه 2015 هنری با اورژانس تماس گرفت و گفت که یک مهاجم به خونمون حمله کرده، همه خانوادم رو به قتل رسونده و من تنها کسی هستم که نجات پیدا کردم. وقتی که نیروهای امداد رسیدن در خونه اونها، دیدن که هنری بیرون وایساده و داره سیگار میکشه و بهشون گفت که خانوادم طبقه بالا به قتل رسیدن. مأمور امدادی که رسید به صحنه گفت که این بدترین صحنه زندگیمه که دیدم توی 39 سال گذشته. همه جا پر از خونه و میگفت که خون مثل آبشار از پله ها میومد پایین و به نظر میومد کسی که به این خانواده حمله کرده خیلی کینه زیادی داره. اگر خونه اینا دو طبقه بوده، دوبلکس بوده، از پله‌ها که رفتم بالا اولین جسدی که پیدا می‌کنم جسد ترزا بوده که طبق گفته اون امدادگر انقدر به سرش ضربه خورده بوده که مغزش قابل دیدن بوده. دیگه شما خودتون تصور بکنین چه جوریه. ولی چشمشون افتاد به مارلی که دقیقاً کنار مادرش افتاده بود. با اینکه 5 ضربه به سرش خورده بود، رگ گردنش قطع شده بود، ولی به نظر می اومد هنوز زنده است و پلیس تلاش کردن، امدادگرا تلاش کردن سعی رسوندنش بیمارستان. اصلا چیز دیگه مهم نبود، مهم این بود که مارلی رو بتونن نجات بدن و خب خوشبختانه تونستن برسوننش به بیمارستان به وقت و وضعیتش رو تثبیت کنن که دیگه خطر مرگ رو دفع کنه. به خاطر اینکه خیلی مهم من بوده به نظر من، چون مثلا اینجا
یکی از کسایی بوده که مثلا برادرش شاهد بوده دیگه، یعنی میتونستن دو تای آره یعنی مثلا ببینن که چه جوریه، چون ضربه‌ای که خورده بود مثلا بیشتر هم همون دختره احتمالاً وقت بیشتری رو قاتل گذاشته که به خواهر ضربه بزنه. میگفتن که طبق گفته‌هایی که کارشناسای صحنه میگفتن، میگفتن مارلی تنها کسی بوده که با مهاجم خیلی درگیر شده بوده، ولی خب مهاجم نتونسته مارلی رو بکشه. جسد مارتین و رودی هم توی اتاق خواب پیدا شد که هر تاشون روی زمین افتاده بودن. برادر ترسا و شوهرش اومدن هنری 20 ساله رو با خودشون بردن و شدن قیم قانونی هنری. و خب یک تراژدی خیلی بد اتفاق افتاده بود، مراسم یاد بود برگزار کردن، جنازه ها رو بهشون دادن بعد از اینکه بررسی شده بود و فشار عمومی روی پلیس خیلی زیاد بود، برای که میگفتن که اگر توی چنین منطقه امنی همچین حمله ای اتفاق بیفته، منطقه دیگه هم میخواد چه کنی؟ از اونجایی که خب همسایه های دیگه هم کنار اینا زندگی میکردن که اونا هم ثروتمند بودن، 100% دیگه بخواد اون منطقه که اینا بودن که اینقدر امنیت داشته، 100% خونه های دیگه با امنیت آره. بودن. ولی چیزی که پلیس گفت این بود که این حمله قصد شخصی بوده، به خاطر اینکه خونه رو که رفتن چک کردن خونه به هیچ عنوان به هم ریخته نبود. لپتاپا، کیف پول، طلاها، هر چی که داخل خونه اینها مادی بود وجود داشت، یعنی خصومت شخصی بوده. آره یعنی یعنی قصد دزدی نبوده، یعنی کسی نیومده به قصد دزدی اینها رو اومده بکشه خانواده، فقط اومده خانواده رو بکشه. از یه طرف دیگه دور تا دور اونا حصار امنیتی وجود داشت، دوربین 360 درجه وجود داشت، نگهبانایی که اون شب شیفت بودن گفتن که اصلا هیچ گزارشی اتفاق نیفتاده، بیم بریم دور تا دور حصار رو چک کنیم، اصلا نه هیچ کی وارد شده نه هیچ کی خارج شده، اصلا ممکن نیست که کسی از بیرون اومده باشه اینها رو به قتل رسونده باشه به چنین فجاحتی. پلیس از این مسئله در تعجب بود که خب چرا یک نفر باید بیاد یک خانواده رو اینجوری سلاخی کنه و بکشتشون. از یک طرف دیگه خدمتکار خونه گفت که این تبری که توی خونه پیدا شده و میگن سلاح قتله، این تبر متعلق به خونه است، توی انباری خونه نگهداری میشه، این تبر 4 کیلوییه که من خودم خریدم برای خونه و به نظر نمیاد از خارج اومده یعنی باشه، یعنی مثلا اون کسی که مثلا مهاجم بوده مثلا از بیرون نیاورده، مثلا کسی سلاح از داخل خونه بوده. و اینکه هنری گفته بود که من تونستم تبر رو از مهاجم بگیرم، حالا به بخش اظهارات هنری هم میرسیم، گفته که من تونستم تبر رو از مهاجم بگیرم، برای همین مهاجم که تبر رو من تونستم بگیرم چاقوشو در آورده و جالب اینه که چاقو رو انداخته بوده داخل خونه و چاقو هم از آشپزخونه خونه بوده، یعنی هم چاقو برداشته هم تبر برداشته. آره یعنی فکر کن یه نفر از بیرون میاد که یه خانواده رو بکشه ولی به خودی سلاح قتل نمیاره، میره از توی مثلا زیر زمین چی برمیداره، میگرده پیدا میکنه، پیدا میکنه سلاحش برمیاره. بازرسانی که صحنه رو بررسی کردن گفتن که احتمالا حمله با رودی شروع شده، به خاطر اینکه رودی ظاهرا به پهلوی چپ خوابیده بوده و شروع کرده یک نفر با تبر به سرش زدن و رودی تا به خودش اومده که دستش رو بگیره روی سرش، تبر انگشتاش رو قطع کرده بوده و به قدری این ضربه ها محکم بوده که رودی هیچ شانسی برای زنده موندن نداشته و حتی خونش از پنجره هم پرت میشه پایین و روی شیربونی و اینها میرزه که بعدا پلیس ها این رو پیدا میکنن. و بعد ظاهرن صدای اینها مارتین رو از خواب بیدار میکنه، یعنی پدر بچه ها میاد و خودش رو میندازه ظاهرن روی جسد رودی، به خاطر اینکه روی پشتش یه سری ضربه های تبر پیدا کردن که میگن که احتمالاً این مهاجم داشته به رودی ضربه میزده، بابای پریده که پسرش نجات محافظت داده. کنه این ضربه ها به پشتش خورده و بعد دوباره ضربه های به سرش زده شده و احتمالاً از صدای اینها ترسا بیدار میشه. ترسا میاد توی راه رو به قتل میزنه، تو اتاق پسران نمیاد، توی راه رو به قتل میرسه و بعدش هم دخترش مارلی.
پلیس‌ها خیلی پیگیر مارلی دختر کوچیک خانواده بودن. هر روز میرفتن خبرش میگرفتن، هر روز میرفتن که باهاش صحبت بکنن، ولی پلیس‌ها به هیچ ولی دکترها به هیچ عنوان اجازه نمیدادن و میگفتن که مارلی در شرایطی نیست که صحبت کنه و پلیس‌ها میگفتن که ما باید با مارلی صحبت کنیم بدونیم توی اون خونه چه اتفاق افتاده. ولی شاید برای شما هم سوال پیش بیاد، خب هنری هست دیگه، هنری از حمله مهاجم نجات پیدا کرده، پس اون میتونه بگه چه اتفاق افتاده. ولی دقیقاً از لحظه‌ای که پلیس وارد خونه شد، شاید مظنون اولشون هنری بود که هنری میتونه قاتل خانوادش باشه یا نباشه. اما هنری در مورد اون شب چی میگه؟ میگه حدوداً ساعت 2-3 شب بود که رودی خواب بود و من خوابم نمی برد. برای همین تصمیم گرفتم که برم حموم یه دوشی بگیرم. داخل حموم که بودم احساس کردم که یه صداهای عجیب و غریبی میاد. از حموم اومدم بیرون. حموم اینها داخل اتاق خوابشون بوده، داخل اتاق خواب پسرها بوده و حموم این طرف بوده، شما فکر کنید تخت خوابا اینجا بوده. حالا اگه عکسش باشه میذارم که ببینید. توی همون بوده که میبینه صدا میاد. در همون که باز میکنه میگه که من یک مرد قد بلند، هیکلی، کل لباساش سیاه، روی صورتش رو هم پوشینده بوده، فقط چشماش و دهنش دیده میشده و دیدم که داره به مارتین، به رودی ضربه میزنه و من فلج شده بودم، نمیتونستم کاری بکنم، برای همین پدرم رو صدا زدم. پدرم اومد که از رودی دفاع کنه، پدرم هم کشته شده بود، کشته شد و من همینجوری فریز بودم، هیچ کار نمیتونستم بکنم، دست و پام بسته شده بود که صدای مادرم اومد و مهاجم از اتاق ما خارج شد، رفت توی راه رو و من صدای جیغ‌های مادرم و مارل رو شنیدم ولی ندیدم که چجوری به قتل رسیدن. و بعد مهاجم میدونست که من توی حمومم، برگشت اومد طرف من آروم، تبرش رو برد بالا که به من ضربه بزنه، من تبر مهاجم رو گرفتم. آدم که فریز شده سوپرمن تبر مهاجم رو گرفتم و خیلی راحت تبر رو تونستم ازش بگیرم. مهاجم که دید من تبرش رو گرفتم چاقو در آورد و به من حمله کرد. من نظرم عوض شد، احتمال میدم که این طور بوده باشه به خاطر اینکه مثل چکوشره که میگرفت دست خودش، این هم احتمالا تبر رو گرفته. حالا شما حساب کنید که رودی که کلن سر نداشته، مارتین هم همینجوری با تبر به سرش ضربه خورده بوده. در مورد ترزا میگن که مغزش دیده میشده. اون مارلی بیچاره هم که رگ گردنش قطع شده بوده و 5 ضربه به سرش وارد شده بوده. شما الان توی این عکس زخم‌های هنری رو ببینید که از این حمله پیدا کرده. و هنری خودش میگه بعد از این که مهاجم دید نمیتونه با من درگیر بشه، پا به فرار گذاشت و من هم دنبالش را افتادم و تبری که دستم بود رو پرت کردم به سمتش که بهش نخورد، خورد به دیوار و بعد افتاد روی زمین که خب فردا صبحش هم پلیس تبر رو همون جایی که گفته بود پیدا کرد. و بعد هنری میاد طبقه پایین، چند بار به دوست دختر 16 سالش زنگ میزنه در حدود ساعت 4:26 دقیقه ولی دختر جواب نمیده و بعدش هم چند تا سرچ آنلاین در مورد شماره‌های اضطراری میکنه که خب الان پلیس چه شماره‌ایه، خب چون اینا زندگی نمی‌کردن توی آفریقای جنوبی، تو استرالیا زندگی میکرده. خب به نظر من به جای که این همه وقتشو هدر بده و اینکه به دوست دختری زنگ بزنه که یعنی بخواد مثلا اونو بکشونه مثلا به اینجا یا از اون راهنمایی بگیره، چرا مثلا واقعا با این خونه که نگهبانی 24 ساعته و اینا داشته چرا به نگهبان خبر نداده؟ سوال همینه. چون نزدیکترین کسی که اصلا به اون بوده نگهبان بودن دیگه. اصلا سوال همینه، اینا مثلا کلید مخصوص دارن، چیز مخصوص دارن، میتونه همونجا زنگ بزنه نگهبانا بیاد. اصلا چی آموزش دیدن مخصوص همین کارا، کل خونه رو میدونن چه جوریه. بعدش میگه که من موقعی که دنبال مهاجم کردم روی پله‌ها بیهوش شدم. وقتی به هوش اومدم ساعت 7:12 دقیقه بوده و بعد اونجا زنگ میزنه به اورژانس. این زنگ زدنش هم باز داستان داره. کسی که
4 نفر از اعضای خانوادهش توسط تبر به قتل رسیدن. یعنی حالا نمیدونه بسا مارلی هنوز زنده است و اینقدر مثلا یه چیه وحشتناکیه، همه وحشیانه اتفاق افتاده. زنگ میزنه به اورژانس و میگه که سلام، خونه ما مورد حمله قرار گرفته، یه نفر با تبر به ما حمله کرده. و اون مأمور اورژانس میگه که کجا؟ بعد میگه فلانجا. میگه خب من آدرس رو نمیتونم پیدا کنم. خب فلانجا پیدا کن. 25 دقیقه این تماس طول میکشه. یعنی من قشنگ یعنی مثلا اون اپراتور بودم فکر میکنم طرف ایسکام کرده، خب ایسکامو گرفته. اپراتورم هم همینو میگه. اپراتورم تو دادگاه اومد شهادت داد، میگفت که این که ما 25 دقیقه این رو رو خط نگه داشتیم به خاطر اینکه حالات این شبیه کسی نبود که پدر و مادر و برادرش مردن، خواهرش داد با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. خیلی آروم گفت که آره من رفتم طبقه بالا دیدم که خواهرم هم داره دست و پا میزنه، به نظرم زنده. یعنی قشنگ مثل کسایی میمونه که مثلا مواد مخدر مصرف کردن و مثلا توهم زدن که مثلا یه چیزی اتفاقی افتاده دارن حرف میزنن. یعنی به نظر من اینجور چیزی فقط میتونه باشه. حالا بعد از همه اینا پلیس میاد و میبینه که بله، هنری دم در وایساده داره سیگار میکشه و میگه که آره مام بابام که مردن، خواهرم هم که یه ذره تکون میخوره، بریم ببینیم که چشه. و بعد که خودش رو میگیرن توی اورژانس، میبرنش توی آمبولانس، تنها چیزی که تنش بوده یه جفت جوراب بوده و یه دونه شورت و خب جزء مدارک محسوب میشه. شورتش از پشت در میارن. به خدا ببخشید. همون شورتو در میارن. شورتش ازش میگیرن و روی شورتش خونه برادرش، پدرش و مادرش رو پیدا میکنن. بعد چجوری این که یعنی پاشیده بوده؟ خب میدونم این که الان پاشیده بوده، الان که میگه مثلا من فریز شده بودم، آره. خونه شدم، چجوری خونه مادر روی چه پیدا شده؟ در صورتی که اصلا مادر نرفته. حرف همینه، میگن که تو اگه داری میگی من تو همون بودم، تو اصلا نه موقع حمله پیش اونا بودی نه هیچی، ولی پاشش خونی که روی شورت تو شده شبیه اینه که تو دقیقاً کنار کسایی باشی که به قتل رسیدی. دیگه مشخصه که منظورشون چیه. بعد از ماها تمرین فیزیکی و فشرده، مارلی بالاخره تونست صحبت بکنه و پلیسا کاراگاه ها خیلی مشتاق بودن، خیلی خوشحال بودن که بالاخره مارلی میتونه صحبت کنه و بگه که اون شب چه اتفاقی افتاده. ولی در کمال تعجب مارلی هیچ یادش نبود، نه در مورد شب حادثه، نه حتی در مورد هفته های قبلش، هیچی به خاطر نمی آورد. حافظش از دست داده بود. حافظش از دست داده بود به خاطر شدت ضربه ها. و پلیس میگفت که و دکتران میگفتن که این عادیه، برای هر کسی ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه اصلا دیگه به خاطر نیاره که اون شب چه اتفاقی افتاده. و اگر یادتون باشه تو پرونده فکر میکنم قبلی بود، دو تا قبلی، الکس دقیقا همینجوری بود که به اون سر اون پیرمرده همسرش که ضربه زده بود، همسرش اصلا به یاد نمی آورد که مثلا الکس بهش حمله کرده. و الان هم میگفتن که این اتفاق برای مارلی افتاده، ممکن دیگه به یادش نیاد. و مارلی از بیمارستان مرخص شد، ولی پلیس گفت که مارلی و هنری دیگه نباید هم دیگه رو ببینن تا وقتی که مارلی به یه حدی برسه که بتونه بیانیه بده. برای همین هنری خونه میشه برادر ترسا رو ترک کرد و رفت توی یک مهمونخونه، اونجا موند و میگن که کل روزش رو به سیگار و مشروب و ویسکی و تلویزیون نگاه کردن میگذرونده که بعضی وقتا این عکاسای پاپارازی ازش عکس میگرفتن و میدادن بیرون. به نظر من پلیس خیلی کار خوبی کرد این کارو کرد، چون میتونه قشنگ رو ذهن خواهرش تاثیر بذاره، مثلا این چیزایی رو بهش بگه که یه چیزی بگم. من اصلا در مورد آفریقای جنوبی هیچ تصور ندارم، مثلا فکر می‌کردم مثلا یک کشور مثلا عقب افتاده، یعنی فقیری عقب افتاده است از این لحاظ. ولی چیزی که الان من دارم از پلیس مثلا آفریقای جنوبی می‌بینم خیلی برام عجیبه. خب بعضی از مثلا کشوراشون هستن تو آفریقای جنوبی خیلی ثروتمندن، خیلی درست حساب. آخه میدونی با اینکه میگن آمار جرم و جنایت بالاه، ولی توی این پرونده به نظر نمیاد که پلیس مثلا کاهلی کرده باشه. حالا اینا همش بماند و خواهر برادر از هم دیگه جدا بودن. بالاخره بعد از ماها پلیس اجازه داد که اینها یک دیدار با هم دیگه داشته باشن و پزشکا نگران بودن که یک اتفاق بیفته، مارلی چیزهایی رو به خاطر بیاره که نباید بیاره. ولی خب این دیدارشون به جایی نرسید
و خواهر برادر خیلی خوب همدیگر رو دیدن. مارلی هیچی به خاطر نیاورد و این آخرین دیدارشون بود. بعد از همه این اتفاقا هنری اومد که در یک مدرسه آشپزی ثبت نام کرد. به نظر می اومد میخواد زندگیش رو پیش ببره به جلو. یک دوست دختر 16 ساله هم داشت که شب حمله بهش زنگ زده بود. به محض اینکه این اتفاق افتاد، خانواده اون دختر رابطه این دوتا رو با هم دیگه قطع کردن و برای اینکه دخترشون رو از رسانه ها حفظ کنن، فرستادنش خارج از کشور بره درس بخونه. یعنی اصلا نه عکس ازش در اومد نه هیچی. و بعد از اون در همین مدرسه آشپزی که هنری میرفت با یه دختر خانمی آشنا شد و به نظر میومد خیلی عاشق و معشوقن. دختر ابتدا در مورد هنری نمیدونست، ولی بعدها که در این مورد فهمید گفت من محکم کنار هنری وایستادم و من مطمئنم که هنری قتل نکرده. اون اگه این کارو کرده بود به من میگفت. و رابطه این دوتا مدام از طرف رسانه ها هی عمومیش میشد، هی ازشون عکس میگرفتن، میگفتن که یعنی یک آدم میتونه مثلا پدر مادرش رو به قتل برسونه، برادرش رو به قتل برسونه، بعد اینقدر ریلکس به زندگیش ادامه بده. و خب بارها و بارها پلیس با هنری مصاحبه کرد، بازجویی کردن و هر دفعه هنری گفت که من خانوادم رو نکشتم، من هیچ نقشی ندارم و من نمیدونم. ولی در پشت پرده پلیس داشت که دیگه مدارکش رو جمع‌آوری میکردن و میخواستن که هنری رو دستگیر کنن. برای همه سوال بود که خب اگر هنری قاتله چرا این کارو کرده؟ وقتی که همه امکانات رو داره، ثروتمنده، خانواده خوبی داره، درسشو داره میخونه، درسشو داره، زندگی مثلا آیندهش هم خوب قراره باشه، آره چرا باید این همچین کاری انجام بده؟ و میگفتن که خانواده انقدر که به رودی اهمیت میدن به هنری اهمیت نمیدادن. و اگر یادتون باشه اصلا حمله با رودی شروع شده بود و میگفتن که شاید به خاطر این بوده. و یک مورد دیگه هم که پیش اومده بود این که میگفتن که هنری به حشیش معتاده و حتی یک بارم با حشیش میگیرنش و این دیگه خیلی چیزا رو بالا برده بود که میگفتن این به خاطر خشمش و اون چیزاش بالا بود. میگفتن که ظاهرم پدرش مارتین فهمیده بوده که هنری معتاده، درسش رو ول کرده بوده، برای همین گفته بوده که من پول تو جیبی تو رو قطع میکنم. برای همین هنری این کارو کرده. ولی خب باید در نظر بگیم ممکنه برای همه ما پیش اومده باشه، مثلا یه خواهرمون یه برادرمون از ما بهتر بوده و پدرمون ما رو سرزنش میکنن، پدر مادرمون ما رو سرزنش میکنن و میگن که ظاهرا این اتفاق افتاده بوده. ولی خب واقعا مشخص نیست چون هیچ کس نمیدونه که بین اینها چی بوده. تمام ارث و میراث، تمام اموال مارتین ومبردا بلوکه شده بود، یعنی هیچ کس نمیتونست به پولاشون دسترسی داشته باشن. خانواده مارتین با اینکه شک داشتن به هنری، ولی به احترام برادرشون تمام هزینه های هنری رو میدادن، حتی هزینه های وکیلشو، هزینه های دادگاهشو، همه و همه رو پرداخت میکردن. کارگاهایی که پرونده رو علیه هنری بستن به وکیلش گفتن که به هنری بگو که بیاد خودش رو معرفی کنه که قراره بره زندان. و یک سال و نیم بعد از قتل خانواده ومبردا هنری رو دستگیر کردن. هنری بلافاصله هم یک وثیقه 7000 دلاری براش گذاشتن و آزاد شد از زندان. یک ماه و نیم بعدش هم با دوست دخترش بود که ازشون حشیش گرفتن و دیگه اصلا شایعه ها خیلی زیادتر شده بود. این شایعات تقریبا به حقیقت پیوسته، آره تایید شد. این حشیشا رو که دیگه ازشون گرفتن تایید شد و همه دیگه دادگاه قرار بود تشکیل بشه و همه منتظر این بودن که ببینن مارلی میاد علیه برادر شهادت بده یا نه. ولی خب مارلی چیزی به خاطر نداشت و لزوماً شهادتش هم لازم نبود، حتی بیانیه هم نداد و از زمانی که این اتفاق افتاده تا همین الان دیگه هیچ کس از مارلی خبری نداره. به کمک خانوادهش تونست از رسانه ها دور بمونه و دیگه نه ازش عکسی گرفتن نه هیچ چیزی. به نظر من بهترم هست که یعنی مثلا به خاطر اینکه این اتفاقاتش افتاده هم حافظش مثلا رفته و اینا، به نظر من اینه که دور باشه از همه چی. آره همه چیز دور باشه. اتفاقا مارلی دوست پسر هم داشت به اسم جیمز. توی دادگاهی که علیه هنری اتفاق افتاده بود
اسمس های بین مارلی و دوست پسرش جیمز هم در دادگاه خونده شده بود. ظاهرا 17 رو شب قبل از قتل خانواده یک دعوایی بین مارلی و پدر و مادرش اتفاق افتاده بود که در اون دعوا مارلی به دوست پسرش میگه که من دیگه خسته شدم از دستشون، دیگه نمیدونم چی کارشون کنم. و جیمز دوست پسر مارلی میگه که اگه به من باشه الان میام میکشمشون، از دستشون راحت میشیم، خودمون رو راحت میکنیم. و خب جیمز رو به دادگاه خواستن و بهش گفتن که آقای جیمز درسته شما هنوز بچه‌ای، ولی خب چرا باید همچین حرفایی بزنید؟ چقدر اون بدشانس بوده. و جیمز گفته که اینا یه حرفاییه که من توی صحبت گفتم، من اصلا قصدی نداشتم. و خب قاضی هم قبول کرد، گفت اصلا ضربه هایی که به سر مارلی خورده انقدر شدیده که نمیتونه خودش این ضربه ها رو به خودش زده باشه. بعدم جیمز به اون مرد هیکل قد بلندی که هنری میگفت نمیخورده. بعدم اصلا چجوری میخواسته از اون سیستم امنیتی و اینا که خونش رد بشه؟ آره دوتاشون مثلا سن و سالشون کم بود، 16 سال 17 سالش بود، به همین قاضی حرفاشون رو قبول کرد و دیگه به دادگاه نکشوندشون. دادگاه با شهادت همسایه ها، فامیل و اقوام شروع شد. ظاهرا در شبی که این اتفاق میفته حدود ساعت 10 شب یکی از همسایه ها میگه که من صدای دعوا شنیدم، صدای داد و بیداد شنیدم، در صورت که هنری میگه که نه صدای تلویزیون بوده. ولی بخوایم صادق باشیم، ما الان میتونیم صدای تلویزیون رو از صدای دعوا تشخیص بدیم؟ آره دیگه، بعدش معلوم میشه دیگه چجوری. بعدش هم اینکه خب تلویزیون بالاخره صدای آدما هم که اگه باشه صداشون قابل تشخیصه، مثلا اینکه کدوم کی داره با کی دعوا میکنه، خب صدای نمیخوره که مال اونا باشه. آره برای همین همسایه میگفت من مطمئنم که حدود ساعت 10 شب اینا داشتن با هم دیگه دعوا میکردن، صداشون خیلی بالا بوده و من به وضوح صدای اینها رو میشنیدم که دارن با هم دیگه بحث میکنن. ولی چی میگفت که نه، هنری میگفت نه ما با هم دیگه دعوا نمی کردیم، ما اون شب شب آرومی بوده و بعد هممون رفتیم بخوابیدیم و بعد اون مرد سیاه پوش اومده و ما و خانواده منو به قتل رسونده. خیلی صحبت شد در مورد اون شب که چرا هنری با پلیس تماس نگرفته، چرا زودتر تماس نگرفته، چرا نگهبانا رو صدا نکرده. دو سال بعد از اینکه خانواده به قتل رسیدن، هنری به بیماری سر مبتلا شد و خیلی ها میگفتن که احتمال طرفداران هنری میگفتن که این اصلا نشون میده که اون شب هنری حالش بد شده، چون بیماری سر داشته، حالش بد شده و اون شب بیهوش شده، برای همین نتونسته با پلیس تماس بگیره. یعنی این حرفا رو میزدن. اما دادستان حرفای هنری رو قبول نمی کرد، می گفت که داری چرت و پرت میگی، هیچ رد پایی توی صحنه نیستش، یعنی هیچ رد پایی به جز رد پای هنری توی صحنه جرم نیستش. بعدم اگه یادتون باشه گفتیم که خون ترزا داشته مثل میگن آبشار میاره پایین و رد پا. حالا چند تا عکس هست براتون میذارم، احتمالا توی یوتیوب نمیتونم این عکس ها رو بذارم ولی توی تلگرام براتون اینا رو آپلود میکنم. و بجز رد پای هنری هیچ رد پایی وجود نداشته، هیچ اثر انگشتی پیدا نشده. ما داریم در مورد سال 2015 حرف میزنیم، در هیچ دی ان ای هم پیدا نشده. بعد از اون میگن که چجوری یه نفر تونسته از اون حفاظ بیاد بالا و داخل خونه بشه؟ نگهبانا نبیننش، دوربینا نگیرنش. ببین دوربین 360 درجه داشته، اون پرونده که داشتیم با هم میخوندیمش که هنوز اونو ضبطش نکردیم، حالا ضبطش میکنیم. اون پرونده بود که تو نیوزلند اتفاق افتاده بود که دوربینا قشنگ همه جا گرفته بود، هر جای رفته بود گرفته بود. آره و میگفتن این دوربین 360 درجه است، اصلا ممکن نیست که یکی بیاد و این دوربین نتونه بگیره. برای همین میگفتن که هنری تو داری دروغ میگی، تو خودت به اینها حمله کردی، اصلا اینکه تو 3 ساعت زمان صبر کردی که بعد زنگ زدی به پلیس به خاطر اینکه منتظر بودی که چی بمیره، مارلی بمیره. و پزشکی قانونی گفت که رودی ظاهرا 2 ساعت و 40 دقیقه طول کشیده تا بمیره و قاضی زجرکش میشده الان. اصلا قاضی از متخصص پزشکی قانونی پرسیده بوده، گفته بوده که با درد مرده دیگه، میفهمیده که داره درد میکشه
و پزشک قانونی گفت مسلمه که داشته درد میکشیده، کاملا آگاه بوده که داره چه اتفاقی براش میفته با اینکه ضربه ها خیلی شدید بوده. ولی هرمی قبول نمیکرد، میگفت که من نکشتم. ولی شواهد دیگه همه چیز کنار هم جور شده بود و دادستان میگفت که تو با برادرت بحث کردی، رفتی از طبقه پایین تبر رو برداشتی، به رودی حمله کردی، بعد به مارتین، بعد به ترزا و بعد به خواهرت مارلی و بعد هم صبر کردی که اینا بمیرن، بعد زنگ زدی به پلیس. اصلا ممکنه که چون ساعت ها میخوره، ممکنه که اصلا صبر کرده بوده که رودی بمیره. آره دیگه کل خانواده یعنی بمیرن دیگه. آره بعد زنگ بزنه به پلیس، چون براش مهم بوده که رودی بمیره. و بعد از اون مهمتر، پلیس میگفت که اصلا زخمهایی که تو برداشتی قابل مقایسه نیست با خانوادت. اینا همه زخمهایی که فقط روی پوستت خورده، فقط خراشه. و حتی متخصصا میگفتن اینا خودزنیه، چون مگه میشه یه زخمی بزنی از اینجا؟ والا مثلا بعدش هم مثلا کسی که قاتله بیاد بگه عزیزم بیا یه دونه خط بکشم برای تو، یعنی واقعا مثلا خب یعنی میخواد حتی مثلا تبر تو بگیری از دست کسی، مثلا بخواد بهت حمله بکنه، یه دونه ضربه یه دونه خش بر میداره با اون تبره. اصلا همین بعد میگفتن که تو الان داری میگی من با یه همچین آدم هیکلی درگیر شدم، تو توی بدنت هیچ کوفتگی نداری، باید درگیری داشته باشه، باید بدنش ضربه خورده باشه. دقیقاً باید کوفتگی رو دست بعدم چاغوت کسی میخواد حمله بکنه که نمیاد اینجور آروم بکشه، میاد فرو میکنه محکم. اصلا همون پهلوشم که یه ذره زخمه، حالا من عکس تو یوتیوب نمیتونم بذارم به خاطر قوانین، ولی توی تلگرام میذارم بریم ببینید. اصلا یه ذره است، اصلا مشخصه که چاغو رو فرو نکنه، میشه قاتل بیاد فقط چاغوره یه ذره اینجوری کنه بعد یه وایسن چاغو بزنم، مثلا من یه چاغو بزنم. برای همین نمیتونستن حرفاشو قبول بکنن. و بعد از اون مهمتر دادستان میگفت بابا روی شورت تو اثر خون مارتین، رودی و ترسا هستش، چجوری میشه که تو توی همون فریز شده باشی ولی خون اونا روی شورتت پاشیده باشه؟ متخصصای پاشش میگن تو باید حتما کنارشون باشه. ولی بازم هنری قبول نمیکرد و وکلاش میگفتن که اگر هنری قاتله چجوری خون مارلی روی بدنش نیست؟ من دقیقه این چیزی الان به ذهنم رسید که احتمالا الان میتونست بگه که قاتل شورت منو با کرده بوده، الان میخواسته بره شورت منو در آورده. در آفریقای جنوبی ما سیستم این که هیئت منصفه داشته باشیم و نداریم و فقط قاضیه که میتونه رأی بده. با این حال 67 روز دادگاهش طول کشید، یعنی 67 بار دادگاه برگزار شد. بعد از همه این دادگاه ها در سال 2018 قاضی گفت که تو هنری به قتل درجه اول رودی، مارتی، ترزا محکومی به 3 تا حبس ابد و 15 سال هم برای حمله به خواهر تو، چند تا جرم دیگه هم براش بریدن که به خاطر که قانون رو دور زدی و اینا، و بالاخره هنری به حبس ابد محکوم شد. اما چیزی که برای ما خالیه و برای همه ما احتمالا سواله، چرا هنری باید یه همچین کاری انجام بده؟ حتی اگر از برادرش انقدر عصبانی بوده که مثلا همه خانواده رو بکشه، یعنی بری تبر برداری، والا من از دست خواهرم عصبانی شدم گاهی وقتا، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم که تبر بردارم برم بشم بکنم. ببین من نظرم اینه که یعنی اتفاقی که افتاده این به نظر من اینجوری بوده که اینا با هم شب دعوا میکنن، بعد سر همین دعوا احتمال داره که همه خوابیده بودن، بعد هنری مثلا عصبانی بوده، از مواد مخدر استفاده کرده و توهم زده و اینکه دیگه نتونسته خودش رو کنترل بکنه. چون وقتی مواد مخدر مثلا من چه خبره که میشنیدم مثلا توی کلا دنیا که مثلا کسی مواد مخدر مصرف میکنه، مخصوصا مواد مخدرایی که شیمیاییان، رو مغز جوری تاثیر میذارن که اصلا تو دیگه هیچ چی رو نمیفهمی، یه چیزای تو ذهن خود تصویر سازی میکنی و به نظر من که کلا نفهمیدی کل خانواده رو کشته. اصلا میدونی مواد روی هر کسی یه جوری تاثیر میذاره، ولی این که چرا واقعا این کار، میدونی اصلا آدم به خودش میگه بابا تو زندگی هیچ مشکلی نداری، حالا نه بابا دوستت هم نداشته باشه. خب دیگه مثلا خیلی هستن که خب پولدارا هستن که دیگه مثلا دیگه بخواد اینکه هیچ چی دیگه نمونده براشون، واقعا خوشی دیگه ندارن، به این چیزا مثلا چه میکنن. هنری در همون سال 2018 درخواست تجدید نظر داد، ولی خب درخواستش رد شد و قبول نشد و تمام ثروت مارتین و ترسا به دختر کوچیکشون مارلی رسید، یه چیز حدود 13.5 میلیون دلار.
و خب الان داره زندگیشو میکنه، ظاهرا از جیمز هم جدا شده و با آدم جدید در ارتباطه. حالا اگه تونستیم عکس جدیدی ازش پیدا کنیم حتما میذارم براتون. این پرونده هم تموم شد. خیلی ممنونم ازتون بابت کامنت های خوبی که برامون میذارید. نظراتون رو زیر همین پست برای من کامنت کنید در مورد پرونده، و اگر میخواین از ما حمایت کنید باید ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.